هم بپردازیم به جنگ اسرائیل و حماس و مذاکراتی که در جریان. رسانه دولتی مصر به نقل از یک منبع ارشدش گزارش داده که مذاکرات میان میانجی‌ها و حماس در قاهره ادامه داره، اما مشکلاتی وجود داره. این در حالیه که بحران انسانی در غزه عمیق‌تر شده. ایالات متحده و اردن بیش از 36,000 وعده غذایی از طریق پرتاب هوایی به دست ساکنین غزه میرسونن. همزمان گروهی از کارشناسان سازمان ملل در گزارشی وقوع خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی و گروهی رو در جریان حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل تایید کردند. هیئت سازمان ملل همچنین به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده برخی گروگان‌هایی که به غزه برده شدند مورد انواع خشونت جنسی قرار گرفتند. می‌ریم به تل آویو، همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی و همینطور بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل، که او هم از تل آویو با ماست. بابک، چه می‌دونیم از آنچه که در جریان، چه در زمین جنگ، چه در مذاکرات؟ اسرائیل ماهاست که از اینکه جامعه جهانی به اتهامات و شکایات اسرائیل در رابطه با تجاوز و تعرض جنسی در 7 اکتبر و پس از اون توسط حماس انجام شده توجهی نمیشه، بسیار شاکی هستش. او بارها از سازمانهای بین المللی و سازمانهای حقوق بشر و زنان خواسته بود که به اسرائیل بیاین و اینها را ببینن و گزارش کنن. اسرائیل میگوید که در چندین مورد هم در برخی از آبادی‌ها و شهرهای اسرائیل وقتی که در 7 اکتبر افراد حماس وارد شدند، به بسیاری از زنان، دختران و حتی پسران تجاوز و تعرض جنسی کردند. اما بیش از همه این واقعه در جشنواره رقص و آوازی که در نووا برگزار می‌شد و در اون تقریبا همه شرکت کنندگان جوانانی بودند که در اونجا بودند، این اتفاق بشه دات اتفاق افتاده. اما بالاخره گزارش مأمور دبیر کل سازمان ملل پرمیلا پاتن در مورد خشونت جنسی در جنگ شواهدی را ارائه میکنه مبنی بر اینکه در حمله تروریست های حماس در 7 اکتبر خشونت جنسی از جمله موارد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، تجاوز به اجساد، بریدن اندام تناسلی افراد، برهنه کردن دختران، بستن اجساد به یکدیگر و موارد دیگری انجام گرفته. سازمان ملل این را تایید میکنه. اسرائیل میخواهد که این موضوع را به سازمان شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین به شورای امنیت بکشد. این گزارش کامل پرمیلا پاتن پس از اینکه ماه گذشته او به همراه تیمش به منظور جمع‌آوری شواهد از اسرائیل بازدید کردند تهیه شده. پتن در رأس این هیئت که 10 کارشناس از رشته‌های پزشکی و حقوقی حضور داشتند در اسرائیل به سر برد و او تایید می‌کنه که در 7 اکتبر به گروگان‌ها و همچنین بسیاری از افرادی که کشته شدند تجاوز جنسی شده. واقعی هولناک و دردناکی هستش که اسرائیل در 7 اکتبر تجربه کرده. ممنونم از توضیحات دوبک. آقای سبتی، مذاکرات آتش بس در قاهره در جریان بدون اینکه اسرائیل نماینده‌ای اونجا داشته باشه، این نشون نمیده که اسرائیل به نظر میرسه چندان هم جدی نیست در این مذاکرات؟ سلام به شما و بینندگان. اولا گزارشی که بابک عزیز گفتن بسیار شدید بود، اینجا جزئیاتش گفته نشد ولی واقعا جزئیات بسیار بسیار سختی داره. و مسئله دوم هم من میخوام فقط با یک جمله برگردم به گزارش قبلی شما در مورد اون برخورد آمریکا با مسئله روسیه و رژیم جمهوری اسلامی و پایه و اساس مسئله هم که در اسرائیل درش درگیر هست همینه. تا وقتی که آمریکا با سرسختی جلوی رژیم جمهوری اسلامی یا همچین رژیم‌های سازمان‌های واینسه، اونها به گستاخیشون چه در جمهوری اسلامی چه حماس و غیره ادامه میدن و در واقع ریشه اصلی موضوع همینجاست و به خاطر همین هم آتش‌بسی ایجاد نمیشه. چون مثلا حماس در مورد گروگان‌ها قرار بوده که یک لیستی مثلا بدن از این که چه کسی زنده هست و چه کسی متاسفانه دیگه کشته شده، ولی اونها مثلا لحظه آخر یک نوع چونه بازاری به وجود میارن از این موضوع واقعا انسانی و حتی حاضر نیستن یک لیست بدن از این که کی در چه وضعی هست. و برای همین اسرائیل هر قدمی که جلو میذاره و اونها زیر این
معامله میزنن در انگار به نظر میاد که اسرائیله که مقصر هست که مذاکره پیش نمیره، ولی در واقع حماس هست که هر دفعه که اسرائیل راضی میشه به یک معامله، به یک قدم جدید، اونها باز زیر موضوع میزنن و خودشون رو یک جور مظلوم نشون میدن و اسرائیل کنار میکشه. و فکر میکنیم پس این دور به ثمر نخواهد رسید، آتش بس قبل از ماه رمضان در کار نخواهد بود؟ ببینید، در این مورد یک مسئله دیگه هست. کسی که گفت که مذاکره پیش خواهد رفت و موافق خواهد شد دولت آمریکاست و معمولاً خیلی استثنایی هست اگر دولت آمریکا چیزی رو اظهار بکنه و انجام نشه. ممکنه ما یک هفته داخل ماه رمضان بشیم ولی یک چند قدمی گذاشته شده. اگر حماس از چونه زنیش کنار بکشه و میشه گفت حسن نیتی نشون بده، بسیار سریع میشه پیش رفت. سپاسگزارم از شما. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما همراه بود و بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل که او هم از تل‌آویو بود، از شما هم ممنونم آقای سبتی.